آیا تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامون رو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم. دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخش اون یک شنبه شب ها ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. به امید دیدار. سلام عزیزانم، با عرض پوزش از اینکه چند دقیقه تاخیر داشت برنامه ما، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب باشه. در ابتدا خواستم که ولنتاین رو به همه عشاق تبریک بگم و امیدوارم که همیشه و همیشه خوشحال باشین و با عشقتون به هر آرزویی که دارین برسین. امروز قول دادم که راجع به ساین سکورپیو براتون صحبت کنم که یه لیست بلند بالایی دارم و مفصلا راجع به ساین سکورپیو که از 23 اکتبر شروع میشه تا 21 نوامبر ادامه داره و همون آبان خودمون تقریبا میتونم بگم ماه آبانیا، چه خصائصی دارن، چه خصوصیاتی دارن، چه جور شخصیتی دارن، چه ساینایی براشون خوبه، همه رو براتون مفصلا شهر میدم. ساین سکورپیو همونطور که میدونیم ساین عقربه، یعنی اگه دوست دارین شما یه داکیومنتری عقرب رو ببینین، شما پی میبرین به نکات مثبت و منفی سکورپیو. اشخاصی که در این ساین متولد شدن، عنصر داخلیشون و عنصر خارجیشون رو الان صحبت میکنیم. عنصر بیرونی اینها آب هست. آب و آب کنترل کننده هستند. عنصر داخلی اینها آتش هست. همونطور که میدونیم آب و آتش با هم متغایر هستند و با هم این گونه اشخاص به خاطر این عنصر آب و آتش اینا همیشه با خودشون هم مسئله دارن متاسفانه و یه حالت متزلزل دارن. خیلی آدمای احساساتی هستن، خیلی آدمهای با مزه و خوشگل و کریزما دارن، خیلی آدمایی هستن که پرفکشنیست هستن و از این پرفکشنیسمشون بهترین جراحا، بهترین نقاشا، بهترین نویسنده ها، بهترین شعرا رو ما میتونیم از کسانی نام ببریم که ساین سکورپیو هستن، به خاطر اینکه خیلی پرفکشنیست هستن، به خاطر اینکه به جزئیات خیلی اهمیت میدن. مثلا جوری که لباس میپوشن این گونه اشخاص، همه چیز باید به هم بیاد. خیلی دوست دارن که ارگنایز باشن. از نکاتی که میتونیم برای کسانی که در این ساین متولد شده نام ببریم اینه که خیلی همسرای خوبی هستن. یعنی اینکه انقدر اینا احساساتی هستن، همونطوری شخص مقابل رو مثل درون خودشون باهاشون رفتار میکنن. یعنی که خیلی احساساتی هستن، خیلی به جزئیات مسائل خیلی اهمیت میدن و بنابراین یه مقدار گاهی اوقات میتونیم از خصایص منفیشون بگیم که یه ذره با اینکه خیلی باوفا هستن و بهترین دوست میتونن باشن، ولی گاهی اوقات متاسفانه میتونن بدترین دشمنم بشن. دیگه از عنصر
آبیشون که بخوایم بگیم اینه که کسانی که عنصر آب دارن، مثلا کانسرها، مثل سکورپیوها و مثل اکوارسها، اینها خیلی حالتهای کنترل کننده دارن، یعنی باید آدمهای دیگر رو کنترل کنن. زمانی خوشحالن اینا که بتونن کسان دیگر رو کنترل کنن، مخصوصا سکورپیو براش خیلی مهمه که کسان دیگر رو، حالا عزیزانش رو، مثلا همسرش رو، بچه هاشو، برادر خواهراشو بتونه کنترل کنه، و وقتی که نتونه کنترل کنه وارد یه کرایسیس یا انقلابی در درون خودش میشه. این گونه اشخاص معمولا دوست دارن آدما رو کمک کنن، خیلی احساساتی رفتار میکنن و همه رو تحت تاثیر رفتار و گفتار خودشون میکنن، یعنی چیزی که میخوان انجام بدن میتونن با اون کریسمایی که دارن، با اون حرکاتی که صحبت میکنن، با اون کلماتی که به کار میبرن، میتونن قشنگ طرف مقابل رو فریب بدن و متاسفانه توطئه‌گرای خوبی هستن. البته دوست دارن کمک کنن به خاطر اینکه دوست دارن تو کنترل باشن، وگرنه زیاد دوست ندارن کمک کنن. با اجازه به یه تلفن جواب میدیم. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. سلام خانم. سلام عزیزم، بفرمایید. به برنامه زیبای درون خوش آمدید. می‌خواستم ببینم چرا شماره اینجا کانال که ما روشن کرد. مرسی. تلفن دیگه هست جواب بدم آقای اندرو؟ اوکی اوکی عزیزم، مرسی. خب این گونه اشخاص با این همه خوبیایی که دارن، با این همه ریزکاریایی که تو کارشون انجام میدن، ولی متاسفانه وقتی که با کسی بد میشن، خیلی بد میشن، ترسناک و وحشتناکه، یعنی کاراشون انقدر آدما رو میتونه هرت کنه، یعنی چیزی که واقعا توی قلبشونه روی زبونشونه و میتونه بقیه رو هرت بکنه. در ابتدای حرفام میخوام از تمام کسانی که به این برنامه الان توجه دارن خواهش کنم که وقتی که ما میگیم سکورپیو یا مثلا اریس یا تورس یا هر ساین دیگه‌ای که راجع بهش صحبت میکنیم، مثلا خیلی ها شده به خود من گفتن ما اصلا به این ساین ها عقیده نداریم و این ساین ها درست نیستن. ببینین عزیزان من، این ساین ها درست هستن، ولی به شرط اینکه فقط شما این ساین رو داشته باشین. در صورتی که فقط این ساین رو ندارین، اگر چارت استرولوژی رو ببینین شما میفهمین که مثلا مون ساینتون چیه، سان ساینتون چیه، زمانی که چه ساعتی به دنیا اومدین مهمه، تو چه پلنتی قرار گرفتین اون موقع وقت تولد مهمه. پس فقط نباید بسنده کنین به زمان اون، به اون ساینی که دارین. پس امیدوارم که جواب خیلی عزیزانو داده باشم. پس بنابراین خیلی خوبه که همه این ساینا رو بدونیم و با همشون بتونیم کنار بیایم و همه رو یاد بگیریم، چون که ممکنه خودمونم اون ساینا رو داشته باشیم، حتی اگر ما اون مثلا سکورپیو نباشیم. پس خواهش میکنم این دقت رو انجام بدیم. خب معمولا این گونه اشخاص میدونن چی میخوان و دنبال اون میرن. اگه راجع به کارشون باشه، کارایی مثلا مثل دفتری و این چیزا رو زیاد خوششون نمیاد. اینا دوست دارن توی زندگیشون، توی کارشون چالش داشته باشن، یعنی چالش داشته باشن، یه حالت مثلا برن توی دفتر یه تلفن جواب بدن یا اینا، خوب
مثلا زیاد اینا دوست ندارن، اینا خوششون میاد که چالش داشته باشن همونطور که گفتم، و بهترین سایکولوژیستا میتونن باشن، چون قشنگ میتونن اون درد شما رو احساس کنن. چون میتونن درد شما رو احساس کنن، میتونن بهترین سایکولوژیستا باشن. یه ذره کینه‌جوان، یعنی اگر شما یه کار بدی انجام بدین حتما یه جوری جواب شما رو خواهند داد. با اجازه به یه تلفن جواب میدیم. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. بفرمایید عزیزم، روی خط هستین. سلام علیکم. سلام عزیزم، حال شما خوب هستین؟ من متولد مارچ 14 هستم. اریس هستین شما عزیزم، ماه اریس هستین. مثل اینکه قطع شد تلفن، ولی نه، شما سکورپیون نیستین عزیزم. در برنامه گذشته از اریس صحبت کردیم، به امید خدا باز هم این کار رو انجام میدم. در هفته های آینده از ماه اریس صحبت میکنم. خب گفتم که اینها آدم های خیلی احساساتی هستن، زود به تیجی رقباشون برمیخوره، یعنی شما باید خیلی با اینها با ملاحظه صحبت کنین، چون خیلی خیلی حساس هستن. خیلی مثلا اینا دوست ندارن که شما ازشون تشکر کنین، اصلا لازم نمیدونن که شما ازشون تشکر کنین یا تعریف کنین، برای اینکه اعتماد ندارن به حرفایی که شما میزنین. وقتی که میخوان عشقشون رو انتخاب کنن، ممکنه هزار دفعه اینا اون اشخاصی رو که میخوان برای ازدواج کاندید کنن، هزار دفعه تست کنن، امتحان کنن، ببینن واقعا کسی هستن که بتونن روشون اعتماد کنن. پس مثلا ممکنه شما توی دیت برین باهاشون و یهو مثلا فردا توی فروشگاه دارین خرید میکنین، یهو سرکلهشون پیدا شه، ببینن که شما چی کار میکنین. پس خیلی شما رو مورد تست قرار میدن. ولی وقتی که واقعا اعتماد اونها رو جلب کنین، خیلی آدمای باوفایی هستن، یعنی بهترین همسر میتونن باشن. خیلی باوفان، خیلی لویال هستن، یعنی از اونایی نیستن که خیانت بخوان به همسرشون بکنن، و یکی از اون زمره افرادی هستن که باوفا هستن و به شما ثابت قدم، با شما ثابت قدم برای سالیان سال میمونن. یه مقدار احساس، یه مقدار پوزسیف هستن، یعنی کسانی هستن که دوست دارن مثلا اگه شخصی رو دارن تو زندگیشون، مثل اینکه مبل دارن، مبلشونه یا خونه‌شونه، به عنوان یک کالا باشون رفتار میکنن. با اجازه با یه تلفن دیگه جواب میدم. سلام عزیزم، روی خط هستین، به برنامه زیبای درون خوش آمدید. با من هستین خانم دکتر؟ بله عزیزم، بفرمایید، گوش میکنم. سلام عرض میکنم خدمتتون. من سلام. بار دوم دوباره مزاحم میشم. خواهش میکنم، بفرمایید. مراهم هستین. امانی به الانم مزاحم سرکار. این چیزایی که شما میفرمایید راجع به اسکورپیو، این من ساینم البته کنسره، ولی تمام این چیزا در مورد من وفق میکنه. برای اینکه عزیزم شما بله خیلی سوال جالبی کردین، مرسی از سوالتون. همونطوری مرسی از تلویزیون گوش کنین. مرسی عزیزم. سوال دیگه ای ندارین؟ نه عزیزم، مرسی از تلفنتون، خیلی ممنون، مرسی. بابای عزیز، سوال خیلی خوبی کردین عزیزم. همونطوری که گفتم، کسانی که عنصر آب دارن، مثل کنسرها، مثل سکورپیوها، اینا همشون همین ساینو دارن، یعنی که خیلی خیلی احساساتی هستن، خیلی زود بهشون بر میخوره، خیلی کنترل کننده هستن، و ممکنه این شخص عزیزی که تلفن کرده بودن، حتی ممکنه مثلا مونساینشون، یعنی ریاکشن سیستمشون، ماه سکورپیو باشه. و
پس خیلی ممنون از دقت شما عزیز به این برنامه و به این جزئیات. خب خیلی آدمای رمانتیکی هستن، یعنی اگر شما با اینا دیت داشته باشین حتما دوست دارن از قبل رزرو کنن براتون، حتما شمع باید باشه روی میز، خیلی رمانتیک رفتار میکنن، خیلی بهتون احترام میذارن، خیلی شما رو بالا بالا میبرن، واقعا خیلی آدمایی هستن که کریزما دارن، خیلی خوشگل هستن. مثلا جولیا رابرتس یکی از اون اشخاصیه که ساین سکورپیو داره، پریتی وومن، اگه به خاطرتون باشه که چندین سال پیش یکی از بهترین مووی ها و بازیگرها شناخته شد. خب یکی از خصائص منفی ماه اسکورپیو به خاطر حسادتشونه، متاسفانه حسادت اینها، ببینید دو جور حسادت ما داریم همیشه، یکی کانستراکتیو جلسی هست، یکی دیستراکتیو جلسی هست. کانستراکتیو جلسی فرق میکنه با دیستراکتیو. کانستراکتیو کسانی هستن که حسادت میکنن به چیزی که شما دارین و مثلا میگن ای چه بلوز شما قشنگه و میرن اون بلوز رو تهیه میکنن، خیلی راحت، خیلی هم خوبه، خیلی هم میگن قشنگه، میرن و تهیه میکنن. ولی دیستراکتیو جلسی یعنی اونهایی هستن که متاسفانه اصلا میگن چرا تو باید این بلوز رو داشته باشی، یعنی حسادت خیلی منفی دارن و متاسفانه این گونه اشخاص دیستراکتیو جلسی دارن و یک موضوعی که به این دنیا اومدن که این کورکشن رو انجام بدن، یعنی تیکون اینها، کورکشن اینها، درس زندگی اینا اینه که حسادت رو از بین ببرن توی زندگیشون. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که مهربون تر باشیم، بدون قید و شرط با آدما مهربانانه رفتار کنیم، نه به خاطر اینکه بخوایم کسی رو کنترل کنیم. معمولا این سکورپیوها همونطور که گفتم دوست دارن کنترل باشه، یعنی دوست دارن که همه رو زیر کنترل خودشون قرار بدن و برای این علت هیچ وقت سیکرتشون یا رازشون رو برملا نمی کنن. یعنی ممکنه اینا ناراحت باشن، سیکرتی داشته باشن و هیچ وقت برملا نکنن. یکی از خصایصشون اینه، تا موقعی که طغیان نکنن هیچ کس نمی فهمه و قشنگ هم میتونن کاور کنن، یعنی اینو بپوشونن، اگر چون که عنصر آب دارن و توشون فایر یا آتشه اصلا نشون نمیدن توشون، بیرونشون که ناراحتن از یه موضوعی و قشنگ میتونن رول بازی کنن. خیلی آدمای شجاعی هستن، یعنی اینها انقدر شجاعن که مثلا به جبهه جنگ میتونن برن، از اولین اشخاصی هستن که میرن جبهه جنگ، اولین اشخاص که وارد جبهه جنگ میشن. خیلی خیلی قوی هستن، یعنی اینها از یه قدرت خارق‌العاده‌ای خوشبختانه برخوردار هستن. خیلی کریزما دارن، خیلی خوشگلن، خیلی به خودشون اهمیت میدن، واقعا یه کشش عجیبی دارن اینا، یعنی وقتی که شما با اینا صحبت میکنین مجذوب اینا میشی. خیلی خوب هیپنوتراپیست های هستن، یعنی قشنگ میتونن رو انسان ها تأثیر بذارن. خیلی آتشی مزاج هستن، خیلی آتشی مزاج هستن و پرحرارت. خیلی خیلی مستقل هستن که یکی از بهترین فکر کنم شخصیت هایی که میتونن داشته باشن همین مستقل بودنشونه. یه مقدار منیپولیتیو هستن، یعنی توته میچینن، فریب کارانه باتون رفتار میکنن، که اونم جالبیه، خودشو داره. یه مقدار اینتیوتیو هستن، یعنی واقعا
وقتی که توی وارد یه اتاق میشن جو انسانهای دیگر رو قشنگ میتونن بفهمن که مثلا این شخص خوبیه، اون شخص بدیه، این شخص حسودیه، این شخص مثلا راستگوییه. اینا حس دارن و حساشو معمولا حقیقت داره، یعنی میتونین رو حرف اینها حساب کنین. اگر راجع به کسی سوال میکنین ازشون، اینا با فیلینگشون جلو میرن. همونطور که میدونین عقرب کوره، نابیناه، چشم نداره و فقط احساسه، با احساسش رفتار میکنه. وقتی میترسه نیش میزنه و با اینکه میدونه خودش کشته میشه شما رو میکشه و کشته میشه. یعنی ببینین که چقدر نباید دست رو دم این ساین بزنین، کسانی که این ساین رو دارن نباید اذیتشون کنین، باید دوستشون داشته باشین. یعنی اینها فقط ترسشون از زندگی اینه که آدمای دیگه دوستشون داشته باشن. خیلی مهمه براشون دوست داشتن کسانی دیگه. خب این حرفا رو گفتم براتون همه رو. حالا بهترین FBI ایجنت میشن، بهترین دیتکتیو میشن، برای اینکه قشنگ میفهمن، همونطوری که گفتم قشنگ احساساتشون میدونن وقتی که یه نفر دروغ میگه میفهمن. نباید، نمیتونین به همچون اشخاصی دروغ بگید. سه تا سکورپیو ساین داریم، یعنی سکورپیو ها تقسیم بر سه نوع هستن. یکی سکورپیو های هستن که رپتایل یا سنیک سکورپیو بهشون میگن، که خیلی آدم های لوی هستن، یعنی که ممکنه که حتی مافیا باشن. هیچ وقت هم شما نمیفهمین که اینا توی مافیا کار میکنن، توی FBI هستن. قشنگ خودشونو با رمز و راز نمیذارن از هیچ کس بفهمه توی زندگیشون که اینا چه کاره هستن. و متاسفانه این گونه اشخاص خیلی شخصیت های منفی دارن. حالا دومین گروه اینا هستن سکورپیو. سکورپیو یعنی کسانی که هستن که یه مقداری علامت های مثبت دارن، یه مقداری منفی. یعنی یه موقعی خوب میشن، مهربون میشن، پازیتیو میشن، خوشبینن، آدم ها رو کمک میکنن، گاهی اوقات برعکسش رفتار میکنن. حالا سومین گروه سکورپیو هاک سکورپیو هست. هاک سکورپیو یا ایگل سکورپیو کسانی هستن که سپیریچوال شدن، یعنی که فقط دیگه روحانی شدن، سپیریچوال هستن، فقط به آدم ها کمک میکنن، فقط خوبی میارن، فقط مهربونن و اصلا بعدی تو اینها وجود نداره. همونطور که گفتم خیلی با استعدادن، بهترین دکترا، بهترین جراحا، بهترین نقاشا، بهترین شاعرا از این گروه در میان. و خیلی عقل دارن ولی از عقل و لاجیکشون استفاده نمی کنن، با احساساتشون تصمیم می گیرن. و به خاطر این موضوع خیلی ها میگن که بهترین ساین برای سکورپیو ورگو هست. ورگو که خاکه و سکورپیو که آبه، که این دوتا با هم گل میسازن. البته کلن اگر بخوایم که بهتون بگیم که چه ساینایی برای سکورپیو خوبه، چون خودشون ساین آبن، ساینای خاک براشون خوبه. یعنی کپریکورن خیلی براشون خوبه، یا اینکه مثلا ورگو براشون خیلی خوبه، یا مثلا چیزهای خاک، تورس خیلی براشون خوبه. ولی ورگوها و سکورپیوها
دو تا ساین خیلی سختن که اگه با همدیگه بارن همدیگه رو میکشن در ابتدا، یعنی انقدر اینا مشکلات و مسائل و ناراحتی به وجود میارن با همدیگه، ولی با همدیگه به تکامل میرسن اگر بتونن دووم بیارن، اینوینسیبل میشن، یعنی اینکه شکست ناپذیر هستن. یه دونه کسی که سکورپیو هست نمیتونه کمبود و تو زندگیش ببینه، تحمل کنه، یعنی اینها باید زندگیشون مثل سوپاپراها باشه یا اینکه اصلا زندگی نمی کنن. زندگیشون باید بهترین باشه، خیلی تیست بالایی دارن، بهترین خونه، بهترین جا، بهترین همه چیزو، بهترین به بهترین وجه میخوان و متاسفانه حسادت اونها یه مقدار منفیه و خیلی خیلی خودشونو دچار تزلزل میکنه. اینها، این اشخاص از تنهایی خیلی میترسن. یعنی که اگه همسری دارن معمولا از این که یه روزی از دستش بدن خیلی ناراحتن، خیلی میترسن. از مرگ نمیترسن و اصلا از مرگ نمیترسن، ولی دلهوره دارن، همیشه دلواپسی دارن، همیشه وریان، همیشه از این میترسن که کسی دوستشون نداشته باشه و متاسفانه این دلهوره رو دارن. همیشه به عشق احتیاج دارن این گونه اشخاص و وقتی که کسی بهشون عشق نمیده خیلی ناراحت میشن. با اجازه به یه تلفن جواب میدیم. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. خواهش میکنم با تلفنتون صحبت کنین. بفرمایید عزیزم، سوالتون رو بپرسین عزیزم. سوال من اینه که اولا این انگلیسی ها رو که میگن ما متوجه نمیشیم چون همه انگلیسی هاشون خوب نیست. بعد که من متولد دی هم میخوام ببینم که به این میخورم یا نمیخورم. نه، در مورد اینا که دارم صحبت میکنم. شما کپریکورن هستی. انگلیسی ها رو خب خیلی ها اصلا متوجه نمیشیم. شما چندم خیلی ممنون میشه. چندم جنوری هستین شما میدونین؟ من 13 جنوری. 13 جنوری میشین شما کپریکورن، همون عنصر خارجیتون خاکه، عنصر داخلیتون آبه. در مورد همین که دارم نه 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 اسکورپیو نمیشین، شما کپریکورن میشین. در برنامه های بعدی راجع به کپریکورن حتما صحبت خواهم کرد. مرسی از تلفنتون. خدا نگهدارتون. مرسی. خب این گونه اشخاص خیلی انرژی دارن، یعنی ورکهالیکن. یه نفر خیلی ورکهالیک هستن و مثلا شما اگه بخواین یه ارگانیزیشن یا یه اداره رو به ایشون، به این گونه اشخاص بدین که براتون اداره کنن، به بهترین وجه اینا کارشون رو انجام میدن. یعنی قشنگ براتون میتونن زیر و بم این تلفن ها ببخشین جواب بدم. اوکی، مرسی عزیزم، مرسی. این ویرگوها، این ببخشین اسکورپیو ها باید هدف داشته باشن، باید به مردم کمک کنن، باید این نور رو توی زندگیشون بیارن. یکی از مشکل سازترین ساین ها متاسفانه سکورپیو ها هستن، ورگو ها هستن و اریس ها، و ساین های مشکلی دارن و زندگی های سختی دارن متاسفانه. اینها باید نور رو به زندگی خودشون بیارن، باید به مردم کمک کنن، باید خوشحالی رو
نه تنها فقط برای خودشون بخوان، برای دیگران و برای عزیزانشون هم بخوان. وقتی گفتم اینها با وفا هستن و لویال، این عزیزی که زنگ زده بودن محبت کردن، من همیشه اگر یک کلمه انگلیسی بگم پشتش کلمه فارسی رو هم میگم. پس نگران نباشین اگر چیزی رو نمیفهمین، برای اینکه من هم مثال میارم براتون عزیزم، هم اینی که به فارسی پشتش حتما خواهم گفت. پس نگران نباشین عزیزم. پس به خاطر اشکالاتی که در این ساین ها وجود داره، حتما باید اسپریچوال باشن و باید به مردم کمک کنن، باید از حسادت خودشون کم کنن و باید روی خودشون کار کنن. در این دو سال آینده حتما باید اسپریچوالیتی رو توی زندگیتون بیارین عزیزان من، کسانی که مخصوصا این سه تا ساین رو دارن، ورگوها، سکورپیوها و اریس ها. در اینجا به آخر برنامه میرسیم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه این توجه رو به این برنامه داشتین و ازتون سپاسگزاری میکنم و با آرزوی بهترین ها و روز ولنتاین رو دوباره به شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم تا هفته آینده سالم و خوب و خوشحال باشین. با آرزوی بهترونها، خدا نگهدار. آیا تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامون رو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم. دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخش اون یک شنبه شب ها ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. به امید